عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان و همراهان همیشگی برنامه پرشینی باز. من حمیده از تورنتو یک بار دیگه با معرفی قهرمانان و مدال‌آوران ایرانی در خدمتتون هستم. مهمان امروز ما جناب آقای سامان آشوری، قهرمان با استعداد و مدال‌آور در رشته مویتای هستند. با ما باشید تا با این قهرمان جوان کشورمون بیشتر آشنا بشیم. عرض ادب و احترام خدمت شما آقای آشوری، خیلی خوش اومدید. لطفا خودتون رو برای بیننده های ما بیشتر معرفی کنید و بفرمایید اصالتا اهل کجا هستید؟ سلام به شما و بینندگان محترمتون. من متولد 3 مهر 1379 از تهران هستم و اینکه 23 سالمه، حدود اگه اشتباه نکنم 15 ساله که دارم مویتای کار میکنم. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. آقای آشوری، در همین ابتدا برامون بگید که ورزش‌های رزمی رو از چند سالگی شروع کردید و اینکه آیا خانوادهتون شما رو به سمت ورزش‌های رزمی سوق دادن یا مربی داشتید که استعدادتون رو کشف کرد؟ از سن تقریبا 8 سالگی مربی من که پدرم بود، یعنی پدرم خودش یکی از قهرمانای کیک بوکس بود و مشوقم ایشون بود. از سن تقریبا 8 یا 9 سالگی بود که شروع کردم مویتای و در کنار استاد داوود عبدالملکی، و ایشون از بچگی همیشه به من کمک کرد، چه تو زندگی چه تو ورزش. درود بر شما. آقای آشوری، اگر ممکنه از افتخارات ورزشیتون برای بیننده همون بگید. والا من سال 94 تونستم که قهرمان فستیوال کشوری بوکس بشم و از اونجا تونستم که راه پیدا کنم به اردوی تیم ملی و تقریبا 2 سال تیم ملی بوکس بودم و البته تو اون زمان مویتای مبارزه میکردم، یعنی مویتای کار بودم که تونستم برم تیم ملی بوکس و اینکه قهرمان چند دوره مسابقات کشوری مویتای هستم و چند دوره سبکی کیک بوکس. درود بر شما، زنده باشید. آقای آشوری، چطور شد که تصمیم گرفتید ورزش مویتای رو توی کشور دیگه ای بجز ایران دنبال کنید؟ ایران شرایط ورزشی خیلی سخته، نه اسپانسری هست نه مسابقات آنچنانی هست، ولی خب در اینجا تو تایلند مهد مویتای دنیا، اینجا خیلی تمرین کردن راحته و مبارزه هم که خیلی زیاده، اینجا پیشرفت کردن خیلی راحته تا ایران. آقای آشوری، استفاده از مربیان تایلندی چه تأثیری در پیشرفت شما توی ورزش مویتای داشته و اینکه به نظرتون ورود مربیان خارجی میتونه تأثیری توی رشد و پیشرفت این رشته ورزشی در کشورمون داشته باشه؟ مربیای تایلندی خیلی باعث میشن که استایل بهتر بشه به سمت، یعنی مربیایی که تو ایران هستن اکثرا مربیای خیلی خوبی داریم ما تو ایران، ولی اکثرا با کیک بوکسینگ شروع کردن یا مثلا با کنفو شروع کردن، ولی مربیای تایلندی اصلا 0 تا 100 مویتای بتونن به آدم آموزش میدن و باعث میشن که استایلت خیلی نزدیکتر بشه به مویتای. آقای آشوری، به عنوان یه لژیونر رزمیکار به نظرتون فرق رزمیکارای ایرانی و غیر ایرانی در چیه؟ رزمی کارهای غیر ایرانی، والا الان ما تو همین باشگاه توی کمپ خودمون که فعالیت میکنیم، اینا هم اسپانسر دارن هم از طرف کشورشون ساپورت میشن، ولی خب بچه های ما اینجا همه با سختی و دیگه کشور ما همه شرایطشون میدونن با مشقت میان بالا، ولی خب اونا خیلی راحت تر هم اسپانسر خیلی کلی اسپانسر دارن، بعد از طرف کشوراشون اینا حمایت مالی میشن. 100%. آقای آشوری، یکی از اماکن معروف و مطرحی که خیلی از رزمیکارا رو جذب خودش کرده کمپ ونومه. اگر ممکنه از شرایط و امکانات و حال و هوای تمرین کردن توی این کمپ برامون بگید. کمپ ونوم به نظر من یکی از بهترین مربیای تایلند رو داره، یعنی چند تا مربی دارن که همشون سرشناس هم تو تایلند و خیلی فایتر خیلی زیاد داره، از هر کشوری بازیکن داره و بازیکنهای لول بالا، همشون بازیکنهای خیلی خوبی هستن و این همین که
خیلی بازیکن خوب داره، کمک میکنه که لول آدم بیاد بالا. در کنار اینا حالا هوای تمرین کردن، که تمرین واقعا اینجا خیلی سخته، ولی خب سختیش دوست داشتنیه. آقای آشوری، اگر ممکنه درباره تورنمنت مویتای سوپر چمپ برامون توضیح بدید و اینکه ورزشکارای ایرانی چطور میتونن وارد این تورنمنت ها بشن و با بقیه فایترها رقابت کنن؟ اکثر باشگاه تایلندی تو ایونت سوپر چمپ مبارزه میگیرن، و اینکه بازیکن ها با توجه به اون لولی که دارن، منیجر اون باشگاه تصمیم میگیره که تو اون مسابقه حضور داشته باشن یا نداشته باشن. و خیلی هر هفته هم برگزار میشه سوپر چمپ، و خیلی بازی های قشنگی هم داره، خیلی بازیکن های خوبی هم تو سوپر چمپ فعالیت میکنن. آقای آشوری، یکی از نکاتی که درباره شما خیلی جالب و حائز اهمیته، حضور یک عکاس همیشه در کنار شماست. به نظر شما اطلاع رسانی و پوشش رسانی در موفقیت یک قهرمان چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ آقا رضا گودری یکی از قهرمان های پر افتخار کاراته ایران هستش، و الان تقریبا حدود 8 یا 9 سال تو تایلند MMA رو داره دنبال میکنه، و اینجا خیلی کمک میکنه به ایرانیایی که تو هر ایونتی مبارزه میکنن، اخبارشون رو میده، و اینکه واقعا اینجا زحمت میکشه واسه بچه ها. خیلی دستش درد نکنه. آقای آشوری، مویتای یک ورزش تایلندیه و مویتای کردن در خاک تایلند برای هر ورزشکاری با هر سطح مهارتی قطعاً کار سختیه. شما چطور تونستید با این مسئله کنار بیایید؟ یکی اینکه من عاشق این ورزشم، و اینکه سعی میکنم که خیلی زود یاد بگیرم، و دیگه باید با کسایی که همیشه سطحشون بالاتره رقابت کنی که تو تا سطح تو هم بیاد بالاتر. آقای آشوری، نظرتون درباره ورود بانوان به ورزش‌های سخت و سنگینی مثل مویتای و بوکس چیه؟ الان تو همین تایلند خیلی از دخترای ایرانی هستن که فعالیت میکنن، ولی خب متاسفانه داخل ایران ما مربیای، بازم من معذرت میخوام، مربیای خیلی خوبی هم داریم، ولی خب اکثر مربیای زن چیزی واسه ارائه کردن ندارن، چون کلاس مربیگری رو درست یاد نگرفتن. و اینکه ولی الان خیلی از دخترای ایرانی اینجا مسابقه میدن، و این خودش خیلی باعث میشه که مویتای ایران، مویتای زنای ایران رشد کنه. درود بر شما. آقای آشوری، بزرگترین هدف و آرزوی ورزشی شما چیه و اینکه خودتون رو چقدر به این هدف نزدیک می‌بینید؟ بزرگترین آرزوی من اینه که بتونم قهرمان بزرگترین سازمان حال حاضر دنیا بشم، و اینکه فکر میکنم تا قبل 25 سالگی بتونم بهش برسم. به نظرتون مهمترین خصلت روحی و شخصیتی که آقای آشوری میتونه به یک رزمکار کمک کنه که به یک فرد موفق تبدیل بشه چیه؟ ورزشکارای رزمی همشون با اون نظمی که دارن، با اون دیسیپلینی که دارن، باعث میشه که خیلی آرومتر بشن، و اینکه این نظم و دیسیپلین باعث میشه که خودش به موفقیت برسونه. آقای آشوری، همه ورزشکارای موفق یه الگوی ورزشی بزرگ و موفق داشتن که براشون الهام بخش بوده و بهشون انرژی و انگیزه داده. برام بگید که الگوی ورزشی شما چه کسی بوده؟ الگو ورزشی بنده آقای محسود عبدالملکی بوده. آقا محسود خودش پر افتخار ترین مویتای کار ایران هستش، و اینکه خیلی هم تو بحث حرفه‌ای هم تو بحث آماتور رکورد اصلا خیلی عجیب غریبی داره، و اینکه همیشه از بچگی تو بحث زندگی و تو مویتای همیشه من کمک میکرد که بتونم خودم رو بالاتر بیارم، و خواستم ازش همین الان تشکر کنم بابت این همه زحمتی که واسه من کشید. آقای آشوری، توی زندگی ورزشیتون شخص خاصی بوده که شما رو مورد حمایت قرار داده باشه و شما دوست داشته باشید که اینجا از ایشون یادی بکنید؟ من خواستم که از پدرم تشکر بکنم، چون کسی که باعث شد که من توی این ورزش بیام پدرم بود. امیدوارم یه روز بتونم به جایگاهی برسم که همیشه بهم افتخار کنه و بتونه پوزم بده.
آقای آشوری، به عنوان یکی از قهرمانان جوان و آینده دار ایرانی، اگر این فرصت بهتون داده میشد که یکی از مسائل ورزش کشورمون رو تغییر بدید یا اصلاح کنید، شما چه کاری انجام میدادید؟ الان یه دو دستگی وجود اومده توی محیط های کشور. دوست داشتم خیلی اون دو دستگی رو از بین ببرم، چون خیلی از جوانای همسن و سال خودم هستن که از منم خیلی بهترن، ولی خب منتها به خاطر این دو دستگی و شرایط ایران نمیتونن دیده بشن و دوست داشتم که این دو دستگی از بین بره. انشالله. جناب آقای آشوری عزیز، دلاور جنگنده با اخلاق و با ارزش ایرانی، من به نمایندگی از طرف همه همکارانم از اینکه دعوت ما را قبول کردید و اجازه دادید که هموطنانمون بیشتر و بهتر باهاتون آشنا بشن، بی نهایت سپاسگزارم. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و امیدوارم هر جای این دنیا که هستید شاد و خوشبخت باشید و همچنان بدرخشید.